دیروز آقای امینی یه سندی برای من فرستادن درباره اعطای امتیاز نفت شمال ایران به یک شرکت امریکایی در 24 ثور 1302 و منطبق با 24 اردیبهشت 1302، امروز 22 و همون گونه که به حال بارها گفتم بد نیست که به مناسبت این همزمانی ها این رویدادها رو لحاظ تاریخی به دقت بررسی کنیم، از آقای امینی در باب این مسائل پرسش کنیم. در واقع این دادن امتیاز شمال که در مجلس مطرح میشه نخستین گام حضور ایالات متحده امریکا در ایرانه. جناب آقای امینی درود بر شما. درود بر شما و درود بر بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه. امیدوارم که حال شما هم بسیار خوب باشه. خیلی ممنونم، حال شما هم خیلی خوبه. چون میخوام بریم سفر دیگه، نه؟ سفر تحقیقاتیه. اسرار رو همه رو در تلویزیون صحبت نکنیم. بله. تحقیقاتیه. نه، ما هیچ وقت اسرار رو نگفتیم. اگه بخوایم بگیم که خیلی بد میشه. آقای امینی، پیش از آغاز گفتگومون دو تا پرسش میخوام مطرح کنم. یکی از هممیهنی است از ایران و دیگری پرسش دیگری که میخواهم با شما در میان بگذارم. پرسش خود من مربوط میشود به یک ایمیلی که برای یک کلمه شما آمده و بسیار بلنده و همراه با اسناد و مدارک است از سوی کسی به نام ایران ایرانی. بله. که در اون سخت به شما آقای امینی و دیدگاه ها و گزارش های تاریخیتون در این برنامه و در رسانه های دیگر حمله شده و نویسنده به نام ایران ایرانی کوشیده تا با اسناد داوری های شما رو نادرست و گاه یک مشت اراجیف جلوه بدهد. پاسخی می دهید به این؟ ببینید جناب مهری، اگه من بخوام به این نوع برخورد هایی که یک کارزار هست اصولا، یعنی الان از هنگامی که من کتاب سوداگری با تاریخ رو نوشتم یک نوع کارزار سازمان یافته‌ای برای برخورد من در تارنماها و رسانه ها به وجود آمده و من میفهمم که کسانی بیایند و به کار من انتقاد کنند و هیچ گرفتاری هم در این نیست و یا نادرستی های داوری ها و یا حتی پژوهش های تاریخی من رو به من و به مردم نشان بدهند. بیگمان در انبوه کارهایی که من انجام میدهم گاه کژی های، ناروشنی های، نادرستی های وجود داره. آن چیزی که برای من گرفتاری ایجاد میکنه در پاسخ دادن به این اسناد در این هست که این شخصیت ها مانند اون سربازان گمنام امام زمان که در ایران از پیرامون دولت هستند، در اینجا سربازان گمنامی هستند که نام خودشون رو حاضر نیستند آشکار کنند. من با بهره‌گیری از نام مستعار آشنایی دارم. میدانم که شما هم در درازای زندگیتون از نام‌های مستعار استفاده کردید. البته بهره‌گیری از نام مستعار معمولا یه دلیلی باید داشته باشه. زنده‌یاد ساعدی این نام گوهرمراد رو که استفاده می‌کرد که نام زنانه بود، خب به سبک و سیاق و کار نیما یوشیج بود که نیما هم یا نیمه ماه هم یک نام زنانه بود، یک رفتار پادفرهنگی بود. یا کسانی که در شرایط سیاسی ویژه‌ای زندگی می‌کنند می‌آیند و از نام‌های مستعار استفاده می‌کنند. اون نام معروف، اون نوشته‌ای که میگفتند یا میگویند که یکی از زمین سازهای آغاز
شور و شوق انقلابی و درگیری های نیروهای مذهبی شد در برخورد با آیت الله خمینی به نام مستعاری چاپ شد در روزنامه ها در ایران و بعدها گمانه زدن که چه کسی این رو نوشته. به نادرست گفتن که دارش همایون بوده، دارش همایون نبوده و نمیخوام واردش بشم. خود من هم در دورانی که در ایران زندگی میکردم، در همون دوران انقلاب، چه در هنگامی که در روزنامه ندای آزادی در شورای سردبیری بودم و چه هنگامی که کتاب میراثی از قرون وسطی رو درباره روحانیون در سال 1358 نوشتم، خیلی پیش از اینکه بعضی ها دریابند که باید با روحانیت شیعه یا روحانیون شیعه، روحانیان شیعی و درگیر شد، نام مستعار استفاده کردم. طبیعتاً به دلایل پنهانکاری و کوشش برای شناخته نشدن و بیم و هراس جان. اما کسانی که این نقدها رو در این رسانه ها چاپ میکنن، ایمیل میکنن، خیلی هم بلند، من نمیدونم اینها چرا از این نام های مستعار ایران ایرانی عرض کنم که چیزهایی از این دست، آرش کمانگیر و نامهای از این دست استفاده می کنند. بگذاریم که در دنیای اینترنت می دانید که شما می توانید جستجو کنید و از راه ایمیل هویت یا دست کم نزدیک به هویت کسی رو که ایمیل رو می فرسته بیابید و من یافتم در مواردی. منتها من به افراد ناشناخته جواب نمی دم، اگر این افراد دارای شهامت و جسارت و توانایی هستند با نام خودشون بنویسند که انسان بتواند درباره اونها داوری کنه و بداند که با چه کسی طرف است. ولی روی هم رفته باید گفت که من داوری های خودم رو بیشتر به صورت اثباتی بیان میکنم و نه نقد به این اندیشه ها و تهمت هایی که میزنند که گاه جنبه شخصی هم پیدا میکنه و نباید به اونها پاسخ داد. یعنی وارد این نوع کارزار نباید شد. فکر میکنم بارها در این برنامه گفتم که پدرم در نوجوانی به من میگفت که آناتول فرانس گفته که از قول آناتول فرانس میگفت که با خوک نباید کشتی گرفت چون خوک لذت میبره و شما کثیف میشوید. این است که وارد این درگیری ها من نخواهم شد. البته اگر کسانی بخواهند با نام واقعی خودشون این داوری ها رو عنوان کنند، حتما به صورت نوشتاری به اونها پاسخ خواهم داد. اما با سربازان گمنام امام زمان یا امامان دیگری یا شخصیت‌های دیگر و جریان‌های دیگری درگیر نخواهم شد. خیلی ممنونم. امیدوارم که اون اشخاص این استدلال شما رو شنیده باشن. بله. آقای امینی، پرسش دوم از یک هم‌میهنی است از ایران. بله. ایشان نوشتن من با ادبیات فارسی آشنایی بسیاری ندارم. ولی یکی از دوستان من که هم به تاریخ و هم به ادبیات و شعر آشنایی دارد خورده گرفته است که آقای امینی در یکی از برنامه هاشون، در همین برنامه خودمون، گفتن که این پیام رادیویی قوام السلطنه که می گفت کشتیبان را سیاستی دگر آمد درست نیست و این دوست با دانش من می گفتن آقای امینی اشتباه می کنن که گفتن اصلش کشتیبانه، نه کشتیبان نیست، کشتیبان نیست بلکه کشتنیانه. بلد. چی میگن آقای امینی؟ ببینید، من در یکی دو برنامه دیگر هم اشاره کردم این شعر بسیار بسیار زیبای عجب شعری منوچهری دامغانی واقعا یک نقاشی است این شعر. و شما هم میدونم که دیروز که با هم گفتگو میکردیم رفتید و به هر روی همسر شما از شعر شناسان و خود شما هم ادیب هستید و شعر رو در آوردید. این شعر در مورد، چون در مهر ماه، در مورد کشت انگور و رز و شراب ساختنه و بسیار جالب است این از این نظر که در یک کشوری که خب همه دیوانهای شعر با به نام خدا و بسم الله الرحمن الرحیم و با شریعت و غیره پیوند پیدا میکنه، منوچهری دامغانی چنین سروده بلندی رو، بسیار بلند، درباره انگور ویژه، یک نوع انگور معینی سروده. بار دیگر مهر ماه، ببخشید، باز دیگر
باز دگر باره مهر ماه در آمد، جشن فریدون آبتین به بر آمد، عمر خوش دختران رز به سر آمد. این دونه های انگور رو دختران رز میخوانه، این رز هست و اینا دختران رز هستن. کشتنیان را سیاستی دگر آمد، این انگورها که بناس کشته بشوند، برچیده بشوند، تمام شده زندگیشون، یه سیاست دیگری براشون آمده. اینا بنا نیست کشته بشن بی هدف، بلکه اینها بناس شراب بشوند و اینها بناس که و توضیحی که میدهد. دخترکان بیست بیست خفته به هر سو، این دخترکان انگور رو میگه، پهلو بنهاده بیست بیست به پهلو، گیسو در بسته بیست بیست به گیسو، گیسوشان سبز و گیسو از سر زانو. و همینجور ادامه میده. و این هنگامی که به ویژه در مورد اینکه مادر اونها از پایین از پا به اینها خوراک میده، مادر یعنی زمین، بسیار زیبا این رو نقاشی کرده که این زمین که مادر این رز هست، از زمین به اینها غذا میده. و کدام کودکیست که شنیده باشید که از پا غذا میخوره، ولی این انگورها از پا غذا میخورن. بسیار سروده زیبایی است. برای اینکه این هیچ شبهه‌ای نباشه، این نوشته قوام السلطنه رو که بعضی ها میگویند خود قوام ننوشته، ولی بر روی اسناد زیادی است که شاید خود قوام نوشته باشه، معلوم نیست. ولی این رو در رادیو سید رضا سجادی خواند، از یاران بسیار نزدیک قوام. مصاحبه کرده در این مورد؟ بله. میسکی مصاحبه کرده در بله این مورد؟ بله بله مصاحبه داره. تو مصاحبهش میگوید که صبح فردا ساعت 8 صبح قوام مرا احضار کرد و گفت میروی رادیو این اعلامیه را میخوایی. بعد گفت نه صبر کن، اول من میروم دربار و برمیگردم، ولی شما اعلامیه را مطالعه کن. ساعت 11:30 قوام از دربار آمد، مرا احضار کرد و پرسید اعلامیه را مطالعه کردی؟ گفتم بله قربان، ولی این شهر منوچهری که در آن آخر آن نوشته ای کشتیبان را سیاستی دگر آمد، اصلش کشتنیان است. گفت میدانم پسر آقا سید مصطفی، یعنی میخواد بگه بچه میدونم که تو خیلی اظهار فضل میکنی، پسر آقا سید مصطفی، من خودم ادیبم، من خودم برادرم وسوق دوله شاعر، خودم آشنام با این مسائل. و به راستی هم قوام السلطنه جدا از مسائل سیاسی، قلمی که داشت قوام السلطنه کم بی نظیر بود. اون دو نامه‌ای که به شاه در مورد مجلس مؤسسان نوشت، از اسناد ماندگار تاریخ ایران هست، یعنی مانند نوشته های قائم مقام فراهانی ماندگار هست. میگوید که میدانم پسر آقا سید مصطفی، میدانم، ولی اصطلاح کشتیبان بهتر است. برو از رادیو بخوان، یعنی فضولی نکن بچه، برو این رو بخوان، من قوام السلطنه هستم. بچه‌رم میگه؟ بله؟ بچه‌رم میگه بهش؟ بچه نگفته، اینو من دارم میگم. آه شما میگه. یعنی وقتی میگه برو از رادیو بخوان، یعنی برو بچه، فضولی نکن پسر، من میدونم چی کار دارم میکنم. من به جای آن که به رادیو بروم، ببینید این هنوزم به قوام اعتماد نداره، چون این نوشته جدا از این عبارت کشتنیان را یا کشتیبان را سیاستی دگر آمد، اعلامیه بسیار تندی بوده، گفته دادگاه صحرایی میگذارم اعدام میکنم هرکی مخالف باشه. خیلی مثلا خیلی ها معتقد هستن که اگر این اعلامیه را قوام بیرون نداده بود، سیتی روی نمیداد، یعنی در واکنش به این اعلامیه تند و تیز هست، شداد و غلاظ هست که این مردم خیلی عصبانی شده. بله؟ مردم خیلی عصبانی شده بودن. بله بله. نه حتی آدمهایی که میدونید آدمهایی که با مصدق هم بد بودند، از این اعلامیه بسیار ناراحت شدن، چون میدونید اینها رو یاد یه چیزی انداخت. قوام السلطنه شهرتش در ایران، جدا از اینکه بر روی خطش در نوشتن فرمان مشروطه دست داشته، ولی نام‌آور نبوده. قوام نام‌آور شد چون به جای سید ضیاءالدین طباطبایی اولین نخست وزیر پس از کودتا شد و در واقع آمد امور رو اداره کرد، منظم کرد و
خب از این لحاظ تو جامعه ایران جا افتاد. و بعد هم که رضا خان هنوز رضا شاه نشده بود، حتی نخست وزیر هم نشده بود، با او در افتاد و گفتن که میخواد توطئه بودی که قوام میخواد رضا خان رو بکشه، اون رو از ایران تبعید کردن. این جاییست که همین قوام السلطنه، آدمی که بر روی اون نوشته حکم میکنم و اون فرمانهای شناخته شده سید ضیا رو مقابلش ایستاده و سید ضیا رو کنار نهادن، حالا فرمانی میده که شبیه کار سید ضیا است که 400 نفر از بزرگان مملکت رو گرفت و زندانی کرد. یعنی یک کار رادیکال انقلابی در واقع. خود قوام هم گرفت نه؟ بله بله، خود قوام هم جزء دستگیر شدگان بود. بله. میگوید که این آقای سجادی اعتماد نمیکنه. اعتماد میکنه ولی میبینه این اعلامیه خیلی تنده. میگه بروم دربار سلام مشورت بخوام، مشورت کنم. میگه نخست به دربار رفتم. در آن موقع دکتر احمد هومن معاون وزارت دربار بود. به وسیله ایشان اجازه شرفیابی خواستم. اجازه شرفیابی داده شد. ببینید این مصاحبه در دوران خیلی دیرتر هست. با این حال سجادی با احترام نسبت به مقام پادشاهی صحبت میکنه. یعنی وفادار به اون ساختار هست. آدمی نیست که بخواد در این زمینه دروغ پردازی کنه. نمیگوید شاه به اصطلاح ملعون و یا چیزهای از این دست که در این نوشته های بعدی متاسفانه هست. میگوید که اجازه شرفیابی خواستم. اجازه شرفیابی داده شد. وارد شدم. تعظیم کردم. شاه گفت برای اعلامیه آمده ای؟ میدانم که خیلی تند است، ولی نخست وزیر مرا متقاعد کرد. حالا برو بخوان. ببینیم خدا چه میخواهد. من هم به رادیو رفتم و اعلامیه را خواندم و میدانید که چه قوقایی به راه افتاد. جمعه و شنبه منزل قوام پر از جمعیت بود. یعنی این خود قوام هم میدانسته. قوام آدم با دانشی بوده، به ویژه به این سروده منوچهری دامغانی بیگمان آشنا بوده، میدانسته که چه موضوعی است، ولی از این استفاده کرده. این رو کشتیبان گذاشته برای اینکه مردم در واقع یک برداشت سیاسی بکنن، یعنی یک ناخدای تازه‌ای به سیاست سپهر سیاست ایران وارد شده. و این بازی با سروده ها کار بدی نیست، ولی این کشتنیان هست و کشتیبان نیست. و این رو قوام از ناشنایی استفاده نکرده، یا حتی دیگران هم اگر استفاده کرده باشند از روی ناشنایی نیست. البته ارسنجانی میگوید که من نزد قوام بودم که این اعلامیه در رادیو خوانده شد و قوام آشفته شد که چه کسی این رو نوشته. بعید میدانم که کسی میتوانسته جرأت میکرده بدون مشورت با قوام در اون دو سه روز بحرانی و تاریخی پس از اینکه مصدق استعفا داده و دنیای سیاست چشم به قوام داره، بدون مشورت با او نوشته رو در رادیو بخواند که قوام او رو ندیده باشه. من بعید میدانم. اون هم آدمی که به جزئی ترین مسائل تا این حد دخالت بیکرد که پس از اینکه فرمان نخست وزیری رو پس از دوره فروغی، پس از اینکه فروغی در گذار از دوران رضا شاه به محمد رضا شاه فرمان نخست وزیر رو گرفت و با اون لحن از بالا با محمد رضا شاه جوان صحبت میکرد، نخستین کاری که کرد این بود که لقب خودش که قوام السلطنه باشه رو برگردوند. یعنی در تمام سرنامه های اون موقع نخست وزیری به نام قوام السلطنه از او یاد میشد، با اینکه القاب در دوره رضا شاه برچیده شده بود، ولی قوام السلطنه نه تنها این رو برگردان، حضرت اشرف رو هم از شاه گرفت و شاه این رو پس گرفته بود از او در پیامد اون دو نامه‌ای که در اعتراض به مجلس مؤسسان نوشته بود. هنگامی که فرمان نخست وزیری رو برای جایگزینی جانشینی مصدق پذیرفت، اصرار کرد که حضرت اشرف رو در این فرمان بگذارند. یک نوع دهنکجی هم بود که شما حضرت اشرف رو حکیمی از او گرفته بود، یعنی حکیمی که وزیر دربار بود، گفته بود شما دیگه حضرت اشرف هم نیستید، ولی این رو دوباره در فرمان نخست وزیری حضرت اشرف رو گرفت. بنابراین بله، کشتنیان هست نه کشتیبان.
آقای امینی الان فکر کنم 93 سال از روزی که این درخواست به حال دادن نفت شمال به آمریکا مطرح شد تو مجلس گذشته. بله. هدف قوام سلطنه چی بوده؟ اجازه بدید که نخست با پوزش از شما یک کجی تاریخی رو که در بسیاری از نوشته ها و اسناد از جمله تارنماهای بسیار مورد پذیرش در ایران و در خارج آمده رو برای شما، برای بینندگان گرامی توضیح بدم. سندی که شما در دست دارید، سندی که پیش روی شماست، خبر بین الشورین، شورین کمیسیون فوق‌العاده امتیاز نفت شمال، نفت هم با تین، به مجلس مقدس شورای ملی در برج سور 1302 نوشته شده. نخستین بار که طرح واگذاری امتیاز نفت در ببخشید لایحه بوده یا طرح بوده؟ در آغاز کار یک طرحی بوده که به لایحه تبدیل میشه، یعنی به همین دلیل هم جالبه. لایحه واگذاری امتیاز نفت شمال در 5 ماده نخستین بار در 1300 مطرح می شود، نه در 1002. و نادرستی بسیاری از این نوشته ها هم این است که از این به عنوان یک مسببه مجلس یاد می کنند. هیچگاه در مجلس تصویب نشده. یک بار این لایحه داده شده، دیگری طرحی بوده در از کمیسیون مجلس. اتفاقا در این طرح، در این نوشته کمیسیون مجلس، کمیسیون نفت می نویسد که این عبارت رو می خونم، می گوید که به علاوه پیشنهادی را که دکتر میلسپو در موضوع، کسی که در واقع دارایی مالیه ایران در دستش بوده، آمریکایی هم بوده، در موضوع امتیاز نفت به دولت تقدیم و توسط آقای قوام السلطنه رئیس الوزرای وقت به کمیسیون برای مطالعه فرستاده شده. ببینید وقتی میگوید رئیس الوزرای وقت، یعنی دیگه رئیس الوزرا در این هنگام نیست. در هنگامی که این نوشته در که برابر شماست، این نوشته منتشر شده، کمیسیون نفت این رو تصویب کرده، مستوفی الممالک نخست وزیر هست، رئیس الوزرا است. قوام دیگه نخست وزیر نیست. اتفاقا به همین موضوع هم مربوط می شود. برای نخستین بار به پیشنهاد قوام السلطنه لایحه واگذاری امتیاز نفت شمال در 30 آبان، 29 یا 30 آبان به مجلس داده می شود. ماجرا هم به این ترتیب بوده که دولت سخت نیازمند به پول بوده. سید ضیاءالدین طباطبایی برکنار شده، قوام سر کار آمده، دولت بی پول هست، تقاضای وام میکنه. پیشتر تقاضای وام از بریتانیا کرده بودند، قوام با گرفتن وام از بریتانیا سخت مخالف بوده و پیشنهاد گرفتن وام از ایالات متحده آمریکا رو میکنه و دادن امتیاز نفت شمال رو به عنوان یک خوشامدی به آمریکایی ها برای ورود به سپهر سیاست و اقتصاد ایران مطرح میکنه. در این دوران امتیاز نفت استانهای شمال ایران به یک تبعی شهروند روسیه داده شده بود، البته اوکراین امروز، گرجستان در واقع باید گفت، گرجستان امروز، ولی در اون موقع روسیه تزاری و او امتیاز رو داشته. این طرح رو قوام به مجلس مطرح میکنه و نخستین کسی که میخواهد پای آمریکایی ها رو به عنوان یک نیروی سوم که با پیشینه روسیه و بریتانیا جدایی داره در پیامد جنگ جهانی دوم، اول پوزش میخوام به ایران باز بکنه، قوام است. این پیشنهاد رو مطرح میکنه و جالب اینجاست که یک روز پس از یا دو روز پس از این لایحه‌ای که به مجلس از سوی قوام میرود، یعنی قوام این طرح 5 ماده‌ای رو در 30 آبان به مجلس میدهد، در 2 آذر ماه یک یادداشت اولتیماتوم مانندی از سوی اتحاد جماهیر شوروی، که دیگه روسیه نبود، اتحاد جماهیر شوروی بوده، به دولت ایران، به دولت قوام
تسلیم می شود که خیلی هم تند بوده و دو بندن دو موضوع داشته. یکی مخالفت شدید در مورد آمریکایی ها امتیاز نفت در استانهای همسایه اتحاد جماهیر شوروی داشته باشند، چون امتیاز مربوط بوده به آذربایجان، به کردستان، به گیلان و مازندران و شمال خراسان و استراباد، یعنی اون منطقه‌ای که بر روی تمام ناحیه شمال ایران رو از تهران به شمال رو در بر می‌گرفته و شمال خراسان رو. واکنش دوم هم در این یادداشت این بوده که چرا دولت ایران نسبت به پیمان‌نامه‌ای که بنا بوده یکی دو سال پیش میان اتحاد جماهیر شوروی با ایران امضا بشود سستی و غفلت کرد. بله، یعنی اعمال نمی کنه. این پیمان در 23 آذر به تصویب مجلس می رسه. یعنی این امتیاز رو دولت ایران به شوروی می دهد. یعنی چون دو تا اعتراض بوده، یکی انگلستان هست در 4 آذر که سخت مخالف بوده، تمام امتیاز نفت جنوب در اختیار بریتانیا بوده و بریتانیا اعلام میکنه که امتیاز خشتیار همون روسه بوده؟ روسه، بله. خشتیار رو امتیاز رو خریده و این امتیاز مال اون هست، مال شرکت نفت ایران انگلیس، و در نتیجه میگوید که شما نمیتوانید این امتیاز رو، نفت شمال رو، به کسی دیگری بدهید. دولت ایران در همون روز 4 آذر در واکنش به این اعتراض دولتش بریتانیا امتیاز خشتیاردار رو لغو میکنه، در همون 4 آذر لغو میشه و اعلام میکنه که این امتیاز غیر قانونی بوده، که البته ماجرای امتیاز اگه خواستید من مفصل توضیح خواهم داد. و خشداریا، من پوزش میخوام یکم زبانم امروز نمیگرده، خشداریا این امتیاز رو پیشتر گرفته بوده و دولت ایران چجوری گرفت بوده؟ چه زمانی آقای امینی؟ شوروی امضا میکنه. البته این پیمان یک سال و نیم پیش از اون مذاکره شده بوده، مشاور الملک این کار رو کرده بوده، انصاری، مشاور الملک انصاری، مسعود انصاری. میبخشید، بفرمایید. عرض میکردم که در چه زمانی این امتیاز رو به این آقای خشداریا دادن؟ صداتون خیلی کمه، اگر دوستان در اتاق فرمان بتونن صدای شما رو یک کمی بالا ببرن من بتونم بیشتر بشنوم. بله، بفرمایید. عرض کردم که این امتیاز رو در چه زمانی به آقای خشداریا دادن؟ این خشداریا داستانش خیلی جالب است آقای مهری. شخصیت بسیار مرموز و تا یه حدودی حتی افسانه ای است. آدمی بوده که پیشکار یکی از شاهزادگان بلندپایه تزاری به شمار می آمده و از این راه در واقع جا برای خودش باز کرده، یعنی نفوذی برای خودش به وجود آورده. نخستین کاری هم که در اون دوران کرده پیش این ماجرای امتیاز نفت شمال به این ترتیب است که سپهدار تنکابانی، سپهسالار اعظم آینده، محمد ولی خان سپهسالار تنکابانی از ناصر همونیش که اسمش سپهدار رشدیه؟ نه خیر، ببینید سپهدار رشدی سردار منصور هست. سردار منصور تا موقعی که هنوز سپهدار تنکابانی سپهدار بوده، یکی از دو سردار فاتح تهران، یعنی سردار اسعد و سپهدار تنکابانی، دو سردار در واقع فاتح تهران هستند در دوره پس از به توپ بست شدن مجلس و سپس هم نخست وزیر می شود. او پس از گرفتن تهران مجلس شورای ملی، مجلس دوم، لقب سپهسالار رو به او می دهد که پیشتر آخرین سپهسالار دوره ناصرالدین شاه، اون سپهسالار اصلاحات بوده. هنگامی که به او سپهسالار رو میدهند، سردار منصور رشدی که آخرین نخست وزیر پیش از کودتای 1299 است، با آدم زیاد
با دانش و آگاهی هم نبوده، شهرت زیادی به اینکه خیلی آدم با عقلی بوده نداشته، او میشود سپهدار. لقب سپهدار رو به او میدن که بعدها خانواده او، خانواده نام اکبر رو انتخاب میکنن و خانواده سپه سالار یا سپهدار پیشین نام تونکابونی رو انتخاب میکنن. خانواده اکبر و خانواده تونکابونی که با هم خیشاوندی هم داشتن، اینا از یک تقریبا منطقه، یک منطقه بزرگی میآیند و هر دو از خانواده های زمیندار بودن. ناصرالدین شاه قاجار در بهمن 1274 پیش از فرمان مشروطه، خیلی پیش از فرمان مشروطه، درست در سالی که ناصرالدین شاه کشته شده، پیش از ترور ناصرالدین شاه، فرمان استخراج نفت در سه محله تونکابون و دو محله دیگر مازندران رو به محمد ولی خان تونکابونی که اون موقع وزیر خزانه و گمرک بوده میدهد. این فرمان، این امتیازی که داده میشود 20 سال راکت بوده، چون سپهدار که امکان استخراج نفت و گاز و قیر و چیزهایی از این دست نداشته. این میماند تا اینکه سپهدار همین محمد ولی خان تونکابونی در ششم بهمن 1294، یعنی 9 سال پس از فرمان مشروطه، پس از اینکه از دوره نخست وزیری هم گذشته بوده، او میآید و با هنگامی که وزیر جنگ بوده در کابینه مستوفی الممالک، این امتیاز رو انتقال میده به این خوشتاریا، به این آقای روسی. این آدم هم از آدم از شارلاتان های تاریخ است، یعنی آدمی است که اصلا نمونه ای از این آدم رو شاید کمتر شما دیده باشید. آرسن لوپن بوده؟ آدم بسیار جالبی است از این داستان. مثلا در دیداری با مستوفی الممالک، خیلی پیش از اینکه این امتیاز رو بگیره، تقاضای دیدار از مستوفی الممالک میکنه با کمک سفیر و با سفارش همون پرنسی که به هر حال یکی از شاهزادگان تزاری بوده، مستوفی الممالک رو میبینه و آنچنان مستوفی الممالک مجذوب این آدم میشود، ماشین خودش رو، خب ماشین اصلا خیلی کم بوده، ماشین و رانندش رو به مستوفی ممالک میده و با دادن این راننده و یعنی ماشین با راننده، امتیاز بریدن درخت ها رو در گیلان و مازندران از دولت ایران میگیره و امتیاز انحصاری رو که اصلا بیاید و درخت ها رو ببره و چوب درست کنه برای ساختن خانه و غیره، و با گرفتن این امتیاز میرود از روس‌ها، از هم وطنان خودش، هم میهنان خودش و از هم شهری ها و هم برحال پیادگی های خودش پول های کلانی جمع میکنه و با این پول هاست که میآید و با تونکابونی این پیمان اول رو میبنده. این پیمان اولی که او بسته با تونکابونی بر سر همین سه منطقه کوچکی است که تونکابونی از ناصرالدین شاه گرفته بود، ولی سپس دولت روسیه فشار میآورد به دولت ایران و امتیاز دومی به خوشتاریا داده می شود که در این امتیاز دوم که باز در زمان قدرت و توانایی سپهدار هستش، تمام امتیاز استخراج نفت و گاز و قیر و موم و همه چیز در استانهای آذربایجان، در زنجان، آذربایجان، گیلان، مازندران و همه شمال خراسان به این خوشتاریا داده می شود. یکی از شانس‌های تاریخی ما ایرانیان در این است که در این هنگام مجلس وجود نداشته و بر پایه قانون اساسی قراردادها و پیمانهای بین‌المللی رو، امتیازها رو مجلس باید تصویب کنه و چون مجلس این رو تصویب نکرده بوده، سمسام و سلطنه که پس از او نخست وزیر می شود امتیاز رو لغو میکنه، ولی لغو قانونی امتیاز در همان زمانی است که اشاره کردم، در سال 1300 خورشیدی در دوران زمامداری قوام السلطنه است که مجلس مشروطه، مجلس چهارم، قانون مصوبه میگذارند و این قرارداد رو فسخ میکند، ولی پیمانی که مذاکره شده بوده
میان ایران و شوروی، چون دولت روسیه به دولت شوروی تبدیل شده بوده. پیش از کودتا 1299 موقعی که مشاورالملک سفیر ایران در روسیه بوده، در شوروی بوده و آدم بسیار توانایی هم بوده در این مذاکرات، اصولا در این پیمان دولت شوروی همه پیمان‌های قبلی دولت روسیه تزاری و شهروندان روسیه رو با ایران لغو کرده بوده و این در همون زمان، یعنی 20 روز پس از اینکه مجلس رأی به لغو این قرارداد میدهد، این پیمان میدهد، بر روی این قرارداد لغو شده و بنابراین هیچ کس دارنده امتیاز نفت شمال نیست. قوام میخواسته نه تنها پای آمریکا رو به ایران باز بکنه که یک به هر حال گشایشی است، یه نیروی سومی رو میخواسته وارد ایران بکنه، دو دیگر اینکه به دنبال گرفتن 10 میلیون دلار وام بوده. دولت بریتانیا شرطی که برای دادن این وام در مقابل دولت ایران میگذارد این است که امتیاز نفت شمال به اونها داده میشود و حتی از پرداخت پولی که بابت نفت جنوب باید به ایران داده میشده خودداری میکنه و میگوید که ما این پول رو نخواهیم داد تا شما پیمان با ما رو در مورد نفت شمال ببندید. قوام در اینجا یک به حال تردستی انجام میدهد و قرارداد رو به مجلس ارائه میکنه و در مجلس مخالفت های خیلی تندی با قوام در مورد این پیمان به وجود میآید و هیچگاه مجلس ایران این پیمان رو تصویب نکرده. دو بار این قرارداد یا این لایحه، دو بار این لایحه و طرح مجلس آمده و در مثل که فراکسیون سوسیالیستا مخالفت میکنن. بله بله، یعنی نیروی اصلی که با قوام در افتاده بوده و از این موضوع پیمان نفت شمال استفاده میکنه و میخواسته جلوگیری کنه از اینکه این قرارداد بسته بشود، با اینکه قراردادی بوده که خیلی هم بد نبوده، اگر شما به این بندهای این قرارداد نگاه بکنید میبینید که نسبت به قراردادی که با دارسی بستند خب خیلی خیلی پیشرفته تر بوده و حقوق ایران رو خیلی بیشتر در نظر میگرفته، قرارداد مدرنی بوده روی هم رفته. پس آقای خوشداریا واقعا خوشداریا بوده. خوشداریا فروخت این قراردادشو. خوشداریا خیلی آدم زرنگی بود، پولهای کلانی از سرمایه‌گذاران خودش گرفت و در جریان جنبش جنگل اون کارخانه‌ای رو که درست کرده بود برای جنگل بریدن جنگل و چوبسازی خودش اون رو به آتش کشید و گفتش که این رو جنگلی‌ها کردن، یعنی میرزا کوچک‌خان و یارانش این کارخانه رو گرفتن و آتش زدن و بنابراین تمام پول سهامی رو که بهش داده بودن خورد، بالا کشید و رفت به آنکارا و استانبول و در اونجا در واقع ویزا به روسهای سفید میفروخت که میخواستن از روسیه تزاری گذشته شوروی اون روز فرار کنن و به غرب بیان. آدم بسیار شارلاتان درجه یکی بوده در همه زمینها و هیچ کاری هم نکرده، هیچ چیزی تولید در زندگیش نکرده، این پیمان ها رو میگرفته و معامله میکرده. از جمله این پیمانی رو که تصویب هم نشده بود به شرکت نفت ایران انگلیس فروخت و پولی هم بابت اون گرفت، ولی چون این پیمان تصویب نشده بود از سوی مجلس، ایران هیچگاه این پیمان رو نپذیرفت و بنابراین قوام گرفتاری داشت با فراکسیون سوسیالیستا. اینجا پارادوکس های سیاست ایران به این معنا که قوام میخواهد پای آمریکا و شرکت استاندارد اویل آمریکا رو و سینکلر رو به ایران باز کنه، به ویژه استاندارد اویل، اونها رو میخواد وارد اقتصاد ایران بکنه و آمریکایی ها هم در ایران خوشنام بودن در اون هنگام، هیچ نوع اون پولباری رو که بریتانیا و روسیه در تاریخ داشتن آمریکایی ها نداشتن. آشنایی ایرانیان با باسکرویل بوده، با میسپو بوده، با آدمایی که روی هم رفته پرونده پلیدی نسبت به زندگی سیاسی ایرانی ها در اون موقع نداشتند و معروف هم بوده که آمریکا یک کشور دموکراتیک هست و جمهوری است و با جنگ با انگلیس به وجود آمده. این برای ایرانی ها خیلی مهم بوده که این کشور ایالات متحده آمریکا در جنگ با بریتانیا به استقلال رسیده، دشمن تاریخی بسیاری از روشنفکران ایرانی از نظر فکری و در نتیجه خیلی اقبال نسبت به این موضوع وجود داشته. ولی سلیمان میرزا اسکندری
و فراکسیون سوسیالیستا و گروه دیگری بیرون از فراکسیون سوسیالیستا سخت با قوام در میافتند که این امتیاز داده نشود. شگرد قوام کاری است که در همون چند روز پس از 30 تیر هم کرد، دست به دامن روحانیان تهران میبرد، یعنی آخوندها رو میخواهد در مقابل سلیمان میرزا اسکندری و سوسیالیست ها و گروه های مخالف دادن پیمان آمریکایی رو بیاره ایران. ببینید اونها رو میخواد به خاطر منافع اقتصادی بیاره، این نیست که قوام وابسته به اونهاست، سودایی رو داره که وام از اونها بگیره. ولی چگونه در واقع با اونها مخالفت میکنه؟ آخوندها رو تحریک میکنه، میگه در مورد قانون مطبوعات یک بخش های ناگفته مانده و باید مجلس درباره اونها داوری کنه. ببینید قوام السلطنه‌ای که شاید هم در زندگیش نمازی نخونده، هیچ تعهد مذهبی هم نداشته، در هیئت وزیران مسببه ای رو میگذراند به نام ناظر شرعیات که این بندی که در قانون اساسی آمده در مورد این که روزنامه ها نباید زاله باشند، نباید به دین توهینی بکنند، این ناروشن است. کی میخواهد تعیین کند که این روزنامه یا این نوشته یا این کتاب ضد دین است، ضد اسلام است، ضد شریعت است یا نه؟ شهربانی که نمیتواند این کار بکنه. بنابراین ما باید یک گروهی رو تعیین بکنیم که اینها بیایند و داوری کنند. چند تا آخوند؟ به آخوندها میدهد که آخوندها و بازار رو مقابل فراکسیون سوسیالیست برانگیزه، سیاست دیگه، ولی میراثی از خودش باقی میگذاره که تا سال حدود 1340-45 این میراث در فرهنگ و سیاست ایران به جای ماند و واقعا ننگ‌آور. یعنی آمدن مجلس زیر فشار قوام السلطنه ماده رو تصویب کرد به نام ناظر شرعیات. این ماده در 10 عقرب 1301 یعنی آبان 1301 در واکنش به این رفتاری که مجلسیان کرده بودند در مجلس تصویب شد. البته در بهمن ماه قوام السلطنه رو استیضاح کردن و استعفا داد. ماده چیست؟ ماده این است که چون در اصل 20 متمم قانون اساسی همه روزنامه ها، من این رو برگردان فارسی امروزی می کنم، از عبارت های عربی پیچیده اون زمان استفاده نمی کنم، همه عامه مطبوعات به غیر از اونهایی که کتاب زاله هستن و مواد مضره به دین اسلام آزاد و ممیزی، فقط در مورد اون نوع کتاب هایی که با دین اسلام درگیر هستن ممنوع است، عموم مدیران و مدیران موظف هستن که این همه نوشته های خودشون رو به یکی دو نفر در هر شهری به دو نفر مجتهد جامع و شرایط بدهن که وزارت معارف اونها رو تصدیق کرده باشه که اینها ببینن که این نوشته آیا موافق دین است یا مخالف دین. ببینید کسروی رو به بهانه این ماده به دادگاه کشوندن. کسروی رو دادگستری بر پایه اصل ناظر شرعیات یا قانون ناظر شرعیات به دادگاه کشوند و گفت کتاب‌های او کتاب‌های زاله است، کتاب‌های ضد دین است. ماده دوم این است که هر اگر یکی از مدیران جرایید یا ناشران کاری بکنن که یک، ببینید خیلی مهمه، اگر نوشته‌ای بیرون بدهد که مدعی العموم یا مدعی خصوصی ببیند که این با دین اسلام و شریعت شیعی در تضاد هست، ناظر شرعیات به این رو به ناظر شرعیات یا مجتهد عادل رجوع میدهد و اون مجتهد رأی میدهد که این نوشته آیا مخالف دین است یا نه. ببینید این در قانون اساسی مشروطه نبوده، این از شگردهای قوام السلطنه بوده برای جلب آخوندها، ولی گریبانگیر جامعه ایران شده برای اینکه امتیاز نفت رو به استاندارد اویل آمریکا بدهند که البته هیچگاه هم این امتیاز داده نشد.
و خود آمریکایی ها در واقع پا پس کشیدن هنگامی که مخالفت شدید بریتانیا رو دیدن، صلاح دیدن که اصلا پیگیری نکنن، چون با هم کار میکردن در کشورهای دیگر و نمیخواستن خشم بزرگترین شرکت های نفتی اون زمان دنیا رو به دست بیاورند و به جان بخرند. ولی قوام السلطنه برای درگیری با مخالفان خودش دست به دامان آخوندها زد و ناظر شریعت رو که در قانون اساسی وجود نداشته وارد قوانین ایران کرد و مجتهدان حق داشتند به بهانه این ماده هر کجا که بخواهند با یک روزنامه، با یک کتاب درگیر بشوند. و گفتم احمد کسروی رو به بهانه این ماده اصل دوم متممه، ببخشید اصل دوم مسببه تیر ماه 1300، ببخشید 1301، آبان 1301 به دادگاه کشاندن. و خب قانون بود دیگه، قانون مجلس بود و حتی خود کسروی هم پذیرفته بود که این قانون است و میگفت من نوشته هایم با این قانون در تضاد نیست و درست نیست. اگر کسی میگوید که هست بیایید و با هم گفتگو کنیم، مناظره کنیم. ولی به هر روی این پیشکش و سوغات قوام السلطنه برای دست کم 40 و اندی سال پس از این دوره نخست وزیری اوست. راستی آقای امینی، یه دقیقه و نیم وقت داریم، بفرمایید که کتابتون درباره کسروی چه شد؟ پایان یافته. کتابی است بسیار بلند به نام زندگی و زمانه احمد کسروی، سه نوشتار از او، دو نوشتار بلند، زندگانی من و 10 سال در عدلیه، و یک نوشتار بسیار کوتاه چند برگی به نام اینکه چرا از عدلیه بیرون آمدم در اونجاست، همراه با پانویس‌های گسترده من به سبک و روشی که در شیعه‌گری و صوفی‌گری انجام دادم. کتابی است نزدیک به 700 صفحه و این دو کتاب روی هم رفته بیشتر از 200 صفحه نیست. من افسوده‌های زیادی رو در این کتاب گنجاندم، توضیح اطلاعات تاریخی هم افسودین. بله دیگر، مثلا اگر اشاره کرده به مشاورالملک، گفتم مشاورالملک کی بوده. اگر اشاره کرده به خزعل، خزعل و فرزندانش رو و کارهای اونها رو توضیح دادم. و ضمناً درباره تاریخ پیدایش ساختار حقوقی ایران که کسروی در کانون اون نشسته بود، داوری های و اطلاعات تاریخی رو در برابر خوانندگان قرار خواهم داد. کتاب آماده است و به زودی در دسترس هم‌میهنان قرار خواهد گرفت و ناشر هم همون ناشری است که دو کتاب یا کتاب‌های پیشین من رو، کتاب دو کتاب دیگر من از کسروی رو منتشر کرده، شرکت کتاب، و امیدوارم که این کتاب به زودی در دسترس همگان قرار بگیره. خیلی ممنونم جناب آقای امینی، امیدوارم که در کوشش ها و پژوهش هاتون هرچی موفق تر باشید. تشکر میکنم از هم‌میهنانی که به این برنامه ها توجه ویژه دارند.